تسکولش هنیم را بود پاراشای برشید 5782. دوستان عزیز، من میخوام نظر شما را جلب بکنم به این زمینی که پر از خار و خس و آشغال و خرابه و ویرانی هست و در مقابلش توجه بکنید به این ساختمان‌ها و بنیان‌های عظیم و بزرگی که ساخته شده و هنوزم داره ساخته میشه. توجه بکنید به راه‌ها، به شاهراه‌ها، به پل‌ها و به تمام پیشرفتی که داره میشه. در حقیقت این یک مقایسه بسیار زیبایی هست از روحانیت ما قبل از خودش الول و درجه روحانی ما بعد از موعد سوکا. ببینید، موضوع این هست که ما موقعی که الول را شروع کردیم، شروع کردیم با همه گناهانی که انبار کرده بودیم در سال گذشته و در حقیقت این نجاست روحانی و اون درجه پستی که در درونش بودیم و هر روز و هر روز در عرض این 40 روز از روش خودش الول تا یوم کیپوریم سلیخوت، تعنیوت و مواظبت هایی که کردیم، تهیلیم هایی که خوندیم، روش هاشانا اومدیم، شفار را که زدیم، یوم کیپور که همه قوم اسرائیل تعنید گرفتن، رسیدیم به درجات بسیار بالا و بعدش سیمخا، شادی سوکا، موعد سوکا و اربع مینیم، اتروگ و لولا و غیره و سیمخت تورا. واو، ما اصلا نمیدونیم که اصلا خبر نداریم به چه درجات روحانی بالایی رسیدیم. حالا شما توجه بکنید، بعد از اینکه اومدیم این همه پیشرفت کردیم و این همه ساختیم و موفق شدیم، یه دفعه همه اینها را دوباره برگردونیم به اون حالت اولی که ما شروع کردیم روی خودمون کار بکنیم. و بایسته که به در حقیقت اینجور فکر بکنیم، آیا این منطقی هست که به خاطر چند لحظه اون لذت گذران یا به خاطر چند لحظه که خودمون را کنترل نکنیم اون قدوسیتی که از چشمانمون، در گوشهایمون، در دهانمون، در قلبمون، در وجودمون، در نشامامون، بیایم به خاطر یک حرف مفت همه اینها را از دست بدیم؟ افسوس نیست، حیف نیست، ولی اگر ادامه بدیم همین قدوسیت و همین درجات روحانی ها که بهش رسیدیم اضافه بکنیم و بالا بریم و سال آینده به درجات بسیار بسیار بالایی خواهیم رسید. برای هممون آرزوی موفقیت جسمانی، بدنی و روحانی میکنم. تیسکول شنیم را بود تو بود و نیمود.